افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد همراه ما هستند. با توجه به قطع خدمات تلفن همراه و تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد، دولت پاکستان چگونه قصد دارد تظاهرات حامیان عمران خان را مهار کند و چه پیامدهایی این محدودیت ها ممکن است برای کشور به همراه داشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نظرت سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین بینندگان محترم این بخش از خبری. البته الانی که بنده دارم خدمت حضرت عالی صحبت میکنم، آقای علی امین گنداپور سروزیر دولت عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا که رهبری این تظاهرات ضد دولتی طرفداران عمران خان رو بر عهده داشت، ساعت پیش وارد اسلام آباد میشه و همکنون با حکم دادگاه دستور حکم جلب و بازداشت وی صادر میشه. خب این یک ضربه برای حزب آقای عمران خان که خودش هم در زندان هستش و تک تک مسئولانش در حال بازداشت، یعنی که علیهشون دارن پرونده سازی میشه. هرچند اوضاع نابسامان سیاسی پاکستان از زمان انتخابات جنجالی این کشور در سال گذشته همچنان در این وضعیت قرار داره. دولت مرکزی پاکستان بارها هشدار داده بود به حزب عمران خان که طی این چند روز اخیر یا این چند هفته که پاکستان میزبان چندین رویداد بین المللی قرار بشه اینجا، دست به تظاهرات نزنن و اوضاع پایتخت نابسامانش، مثل اینکه جناح مخالف با تاکید بر حق مشروع خودشون برای برگزاری تظاهرات مطابق با قانون اساسی، این رویارویی همچنان بین جناح مخالف و حاکم ادامه داره و اکنونم با شنیده شدن بازداشت مرد شماره یک عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا در اسلام آباد، حکایت از تشدید این تنش‌های سیاسی بین جناح مخالف و حاکمیت هستش و اینکه تا روزهای آینده خبرهای خوشی در خصوص تثبیت اوضاع سیاسی یا کاهش این رویارویی‌ها وجود نخواهد داشت. بله، سپاس از شما افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.